اول به سراغ معروفترین نماد شهر تفلیس بیریم، پل صلح. در زبان گرجی به این پل شوید و بیس خیدی میگن. پلی به شکل کمان با طول 150 متر ساخته شده از فولاد، شیشه و چراغ‌ها و LED‌های متعدد که در مرکز شهر تفلیس و بر روی رودخانه کورا قرار گرفته و تفلیس قدیم و جدید را به هم متصل می‌کند. این پل در 6 می سال 2010 به طور رسمی افتتاح شد. اشراف به کلیسای متخی و مجسمه بنیانگذار تفلیس واختان گورگوسالی و قلعه ناریکالا از یک سو و پل باراتاشویلی و ساختمان دفتر ریاست جمهوری از سوی دیگه چشم‌اندازی نفسگیر برای این پل برمغان آورده. البته سازه پل هم با بهره‌گیری از هزاران LED در دیوارها و چراغ‌های فراوان در طاق منحنی شکل خود چشم هر توریستی را توی شب به خودش جذب می‌کند. جالبه بدونید طراحی این پل توسط یک فرد ایتالیایی با نام مایکل دلوچی و نورپردازی آن توسط فیلیپ مارتیناد فرانسوی انجام شده. ساخت این سازه عظیم در ایتالیا صورت گرفت و سپس با 200 تریلی به تفلیس منتقل شد. سیز مرشیت اغار مخویدی ریستویز غم خده آوادا ارد خلاص کیده و میتماله ایسه و دا ایسه بشورده بی عربی داشتی دفتمو ناریکالا. ناریکالا یا همان ناری قلعه یک قلعه باستانی مشرف به شهر تفلیس و رودخانه کوراست. این قلعه را بر روی شیب تند یک تپه و متشکل از دو قسمت احاطه شده با دیوار میان حمام‌های گوگرد و باغ گیاه‌شناسی تفلیس ساختند. در قسمت پایینی قلعه کلیسایی از قرن 13 میلادی وجود داشت که در آتش سوخت و از بین رفت و به جای اون بین سالهای 1996 تا 1997 کلیسای دیگری با نام سنت نیکولاس ساخته شد. دیوارهای داخلی این کلیسا منقوش به تصاویری از تاریخ گرجستان و همچنین روایاتی از کتاب مقدس است. این قلعه در قرن 4 میلادی و به سبک معماری ایرانی ساخته شد و در قرن 7 میلادی توسط خلافت اموی و بعدها توسط شاه دیوی مورد توجه بسیار قرار گرفت و توسعه داده شد. مغول‌ها نیز در حمله خود به این شهر این بنای تاریخی را بی نصیب نگذاشتن و نام آن را به ناریکالا به معنی قلعه کوچک تغییر دادن. بسیاری از بقایای این قلعه که امروز مورد بازدید توریست ها قرار میگیره مربوط به قرنهای 16 و 17 هستند و الباقی آن در جنگ های مختلف از بین رفته است. در زلزله‌ای که در سال 1827 در شهر تفلیس به وقوع پیوست هم قسمت‌هایی از این قلعه آسیب دید و فرو ریخت. و
مجسمه واختانگ یکم. شاید جالبترین موضوعی که در این ویدیو راجبش صحبت خواهیم کرد همین شخصیت باشه. واختانگ یکم یکی از آخرین پادشاهان گرجستان باستان یا همان ایبریا در قرن 5 میلادی و از سلسله خسرویانی ها بوده است. خسرویانی ها از دودمان ایرانی تبار و از خاندان مهران، یکی از 7 خاندان ممتاز پارت بودند که خویشاوندی دوری نیز با ساسانیان داشتند. از واختانگ به عنوان یکی از محبوب ترین شخصیت های تاریخی گرجستان یاد شده و حتی توسط کلیسای ارتدوکس گرجی به عنوان یک قدیس معرفی می شود و مراسم روز گرامی داشته این پادشاه هر ساله در گرجستان برگزار می کردن. در کتب تاریخی از این پادشاه با نام های مختلفی یاد شده. واختانگ گوکسالای که به فارسی به معنی مقوباد و رهرام گرگسر است یکی از این نام هاست. اما در روایت دیگر هنگام تولد نام ایرانی واراز خسرو تانگ بر پادشاه نهاده شد که در گرجی به واختانگ تغییر کرد. محققان احتمال می‌دهند که این نام از کلمه وارکستانگ یا وارکاتانو به معنی گرگتن گرفته شده و شاید بازتاب دهنده گرگ پرستی در گرجستان باستان باشد. برخی نیز معتقدند که این نام به دلیل کلاه خود پادشاه است که به شکل سر یک گرگ ساخته شده بود. واختانگ یکم در سال 440 میلادی از پادشاهی گرجی به نام مهرداد و شاهزاده ایرانی به نام سگدخت در شهر مسخطا به دنیا آمد. او هنگامی که 19 ساله بود بالیندخت دختر هرمز سوم پادشاه ساسانی را به ازدواج خود درآورد. روزی واختانگ به همراه اعضای دربارش در جنگلی نزدیک مسخطا مشغول خوشگذرانی و شکار بودند. شاهین او به دنبال قرقاولی به هوا برخاست و پس از مدتی شاه و همراهانش پرنده ها را در کنار یک چشمه آب گرم یافتند که بخار خوشایندی از آن خارج می شد. آنها از وفور این چشمه های آب گرم شگفت زده شده بودند و پادشاه دستور ساختن شهری را در آنجا صادر کرد که تیبیلیسی به معنی دارنده چشمه های آب گرم نام گرفت. این شهر که در زبان فارسی با نام تفلیس شناخته می شود، امروز پایتخت گرجستان است. قباد یکم پادشاه وقت ایران در یکی از حملاتش واختانگ را به عنوان خراجگزار خود فراخواند و به او دستور داد که در لشکرکشی به روم شرقی قباد را مساعدت کند. اما واختانگ از دستور او سرپیچی کرد و موجب برانگیخته شدن خشم قباد و حمله لشکر امپراتوری ساسانیان به گرجستان شد. بنابراین واختانگ 60 ساله مجبور شد تا آخرین سالهای عمر خود را در جنگ بگذراند، چرا که درخواست کمک او از روم شرقی هم بی نتیجه ماند. واختانگ مجروح شده در طول تاخت و تاز لشکر ساسانیان به قلعه اوجارما برده شد و آخرین لحظات عمر خود را در آنجا سپری کرد و جان سپرد. از او همیشه در خاطر مردم به عنوان یک شخصیت اسطوره‌ای یاد می شود. او موضوع بسیاری از اشعار و داستانهای ملی ادبیات گرجی بوده است و همیشه به عنوان یک فرد قوی، شجاع و پایبند به مسیحیت لحاظ شده. در تفلیس خیابان و میدانی وجود دارد که به نام واختانگ نامگذاری شده است، جایی که در سال 1967 میلادی مجسمه از او توسط یکی از مجسمه سازان گرجستان به نام الگوجا آماشوکلی بر بلندای صخره‌ای ساخته شده است. مسجد جمعه. تفلیس برای مدت‌های طولانی مکانی برای ادیان بوده. گواه این موضوع مسجد دو محراب جمعه است. این مسجد در منطقه باستانی آبانوتوبانی و در میان حمام‌های سولفور واقع شده و مکانی برای عبادت هم مسلمانان سنی و هم شیعه می‌باشد. این بنا که با نام مسجد تفلیس هم شناخته می شود در سال 1700 توسط امپراتوری عثمانی ساخته شد و در طول 300 سال 3 بار تخریب و مجدداً بنا گردید. تا زمانهای بسیار طولانی دو مسجد به عنوان عبادتگاه جمعیت 10% مسلمانان گرجستان وجود داشت. مسجد جمعه برای سنی ها و مسجد آبی برای شیعه ها.
اما در سال 1951 مسجد آبی به منظور باز کردن راه برای ساخت یک پل توسط دولت کمونیست آن زمان تخریب شد و مسلمانان شیعه دیگر جایی برای عبادت نداشتند. در آن زمان بود که درهای مسجد جمعه به روی مسلمانان شیعه نیز باز شد و تبدیل به یکی از معدود مساجد جهان شد که هر دو مذهب مسلمان شیعه و سنی در آن به راز و نیاز می پردازند. تا سال 1996 یک پرده سیاه عبادتگاه این دو فرقه را از هم جدا می کرد. اما از آن پس تا به امروز مسلمانان شیعه و سنی دوش به دوش یکدیگر به عبادت می پردازند. کلیسای سوئتیتسخولی. سوئتیتسخولی یک کلیسای ارتدوکس واقع در شهر تاریخی متسختا در شمال غربی تفلیس است. شاهکاری از اوایل قرون وسطا که توسط یونسکو به عنوان میراث جهانی معرفی شده. ساختمان اصلی این کلیسا به قرن 4 میلادی برمیگرده. اما چیزی که الان شاهدش هستیم در سال 1029 ساخته شده. گفته میشه که نینوی مقدس، زنی که مسیحیت را به گرجستان یا ایبریای آن زمان معرفی کرد، این مکان یعنی محل برخورد درودخانه کورا و آراگوی را به عنوان مکان ساخت اولین کلیسا در گرجستان تعیین کرد. دلیل انتخاب این مکان توسط نینوی مقدس داستانی طولانی داره. اما به طور خلاصه بگم، بر اساس تاریخ زندگی اولیا و مقدسین گرجستان، زمانی که مسیح را به صلیب می‌کشیدند، یک یهودی گرجی اهل مسقطا آنجا حضور داشته. او توانست بخشی از خرقه مسیح را به دست آورده و به زادگاه خودش بیاره. زمانی که این لباس رو به خواهرش نشون میده، به محض اینکه لباس رو لمس میکنه میمیره و دیگه نمیتونن اون لباس رو ازش جدا کنن و مجبور میشن به همون شکل دفنش کنن و همین باعث میشه که نینوی مقدس این محل رو برای بنای این کلیسا انتخاب کنه. بعدها درخت‌های فراوان سرو در اون نقطه رشد میکنن و نینوی مقدس هم از همون درخت‌ها برای ساخت پایه‌های کلیسا در اون نقطه استفاده میکنه. گفته میشه که پایه هفتم کلیسا نیروی جادویی داشته و از اون مایعی بیرون میومد که توان درمان تمام بیماری ها رو داشت. نام این کلیسا نیز از همین افسانه گرفته شده. سوئتی به معنای ستون و سخوئلی به معنی زندگی بخش. وجود این کلیسا در مسقط باعث شد تا قبل از آنکه پادشاه واختانگ تفلیس را به عنوان پایتخت انتخاب کنه، این شهر پایتخت باشه. که البته گرجی ها الان هم پایتخت مذهبی کشور را همین شهر مسقطا می دونن. این کلیسا آسیب های زیادی در طول تاریخ دید، اما مجدداً بازسازی شد. بد نیست بدونین که افراد مهمی در داخل کلیسا دفن شدند، مثل واختانگ گرگسالی بنیانگذار شهر تفلیس، هیراکلیوس پادشاه کاختی و کارتلی، همسر اول گرگین خان یکی از پادشاهان کارتلی در زمان صفویان، دیوید ششم پادشاه ایبریا، گیورگی هشتم آخرین پادشاه ایبریا و همچنین برخی از اعضای خانواده سلطنتی. نام سازنده این بنا آرسوکیتزه بود که نشانی از او نیز در بخش بیرونی دیوار شمالی به شکل یک مجسمه برجسته دستی که یک چکش در آن قرار دارد دیده میشه و زیرش نوشته شده: این دست آرسوکیتزه است، برده پروردگار، خداوند ببخشایدش. او هیچگاه نتوانست تکمیل شدن شاهکار خود را ببیند و قبل از اتمام ساخت کلیسا درگذشت. کل
آسای سامبا. تبیلیسی سمین و سامبیس که بیشتر با نام سامبا شناخته می شود، اصلی ترین کلیسای ارتدوکس گرجستان در قلب تفلیس است. ساخت این بنا از سال 1995 تا 2004 طول کشید. سامبا سومین کلیسای بلند ارتدوکس در جهان و بزرگترین مکان مذهبی از لحاظ مساحت است و معماری آن ترکیبی از استایل کلیساهای سنتی گرجستان در تمام برهه‌های تاریخی بوده و همچنین نشانه‌هایی از بیزانس نیز در آن دیده می‌شود. هدف از ساخت یک کلیسای جدید، بزرگداشت 1500 سال استقلال کلیسای ارتدوکس و 2000 سالگی مسیح در سال 1989 بود. در همان سال مسابقه‌ای برای طراحی این کلیسا برگزار شد که در آن معماری با نام آرشیل میندیاشویلی برنده شد. ناآرامی‌های اجتماعی آن زمان این پروژه را 6 سال به تعویق انداخت و سرانجام در سال 1995 استارت این پروژه زده شد و در 23 نوامبر 2004 در روز گیورگبا، یکی از جشن‌های مذهبی گرجستان، به پایان رسید. گنبد این کلیسا 7.5 متر ارتفاع دارد و از طلا ساخته شده. ارتفاع کلی بنا از سطح زمین حدوداً 82 متر بوده و 13 متر هم ارتفاع زیر زمین های آن است. جالب بدونید که این بنا فقط یک کلیسا نیست، بلکه متشکل از 9 کلیسای کوچکتر است. صومعه جواری. ساخت این بنا در نزدیکی مسختا به قرن 6 برمی‌گردد و همانند باقی آثار تاریخی این منطقه، این صومعه هم از سال 1994 جزء میراث جهانی یونسکو به حساب میاد. جواری بر قله یک کوه سنگی مشرف به شهر مسختا، پایتخت امپراتوری ایبریا، بنا نهاده شده است. طبق افسانه‌های قدیمی در اوایل قرن 4 راهبه‌ای با نام نینو صلیب چوبی بزرگی در این محل ساخت. گفته می‌شود که صلیب قدرت جادویی داشته که زائران و مسافران را از سراسر منطقه قفقاز به این محل می‌کشاند. در سال 545 میلادی بر روی بقایای این صلیب کلیسای کوچکی با نام جواری ساخته شد. این کلیسا در سال 2004 از سوی سازمان جهانی دیدبان آثار تاریخی به سرمایه‌های آثار تاریخی جهان پیوست. منظره زیبای شهر مسختا و کلیسای سوئلیتسپولی از فراز این منطقه و طبیعت بکر اینجا دیگر مواردی هستند که توریست ها را به این محل می کشانند. مجسمه مادر. کارتلیس ددا یا همان مجسمه مادر گرجستان بر فراز تپه‌های سولولاکی در سال 1958
درست زمانی که شهر تفلیس 1500 سالگی خود را جشن می گرفت، توسط مجسمه ساز برجسته گرجی الگوجا آماشوکلی ساخته شد. این مجسمه از جنس آلومینیوم زنی را در لباس سنتی گرجی نشان می دهد که بیانگر شخصیت ملی گرجستان است. در دست چپ او جامی از شراب برای خوشامدگویی به آنان که از سر دوستی آمدند قرار دارد و در دست راست او شمشیری برای دشمنان. این میدان در طول تاریخ شاهد وقایع بسیاری بوده. به گرجی به آن تاویسوپلبا میگویند که البته نامهای دیگری هم داشته. در زمان امپراتوری روسیه نام این میدان پاشکوویچ ایوانسکایا بوده و در زمان حکمرانی اتحاد جماهیر شوروی ابتدا بریا و بعد میدان لنین نام گرفت. سپس در سال 1918 به دنبال فروپاشی امپراتوری روسیه و تشکیل جمهوری گرجستان نام آزادی بر آن نهادند. این مکان شاهد بزرگترین سرقت تاریخ منطقه در سال 1907 بود که طرفداران استالین برای تأمین مخارج مبارزات خود محموله پول بانک را به سرقت بردند. همچنین بسیاری از اعتراضات در راستای استقلال گرجستان و انقلاب سرخ نیز در این میدان به وقوع پیوست. در سال 2005 وقتی رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا جورج بوش با همتای گرجی خود میخائیل ساکاشویلی 60مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم را با حدود 100 هزار نفر در این میدان جشن میگرفتند، یک شخص ارمنی گرجی با پرتاب نارنجک به سوی بوش سعی بر به قتل رساندن وی داشت که این امر محقق نشد. این میدان با بناها و مراکز مهمی احاطه شده. شهرداری تفلیس، دفتر مرکزی بانک گرجستان، هتل بین المللی مریوت و همچنین دفتر مرکزی دولت محلی تفلیس قدیم از آن جمله. در ضلع شمالی میدان چشمه قرار گرفته که در کنار مجسمه نیمتنه از شاعر و رمان نویس الکساندر پوشکین چشمانداز زیبایی پدید آورده. در زمانهای قدیم مجسمه لنین در وسط میدان قرار داشت، ولی در سال 1991 به طور نمادین پایین کشیده شد و به جای آن در سال 2006 نماد آزادی که جورج مقدس را در حال کشتن یک اژدها نشان می‌دهد قرار گرفت. این مجسمه از برنز و روکش طلا ساخته و توسط زوراب سرتلی مجسمه ساز برجسته گرجی به دولت هدیه شده است. شاهرگ اصلی شهر تفلیس خیابانی است که نام شاعر قرون وسطایی گرجی شوتا روستاولی را بر دوش می‌کشد. این خیابان از میدان آزادی شروع شده و به طول 1.5 کیلومتر ادامه دارد. چون تعداد زیادی از مراکز و ساختمان‌های دولتی و اجتماعی و همچنین مراکز فرهنگی و تجاری در این خیابان قرار گرفته‌اند، اغلب آن را به عنوان خیابان اصلی شهر یاد می‌کنند. ساختمان سابق پارلمان گرجستان، سالن ملی اپرای گرجستان، دانشکده دولتی تئاتر روستاولی، آکادمی علوم گرجستان، کلیسای کاشوتی، موزه جاناشیا که بخشی از موزه ملی گرجستان است و همچنین هتل لوکس بیلتمور همگی در این خیابان قرار گرفتند. در فاجعه 9 اپریل سال 1989 ده ها هزار گرجی برای اعتراض در این خیابان و روبروی ساختمان پارلمان جمع شده بودند که با حمله گسترده نیروهای دولتی شوروی روبرو شده و بسیاری از آنها کشته شدند. با تمام اتفاقات تلخی که در طول زمان در این خیابان به وقوع پیوسته، اما امروزه یکی از مراکز تفریحی و زندگی شبانه در تفلیس است.
رستوران ها، بار ها، کافه ها، مراکز خرید و ساختمان های زیبا که ترکیبی از معماری مدرن و قرن 20 را به نمایش می‌گذارند، همگی باعث شدند تمام اتفاقات ناخوشایند و خاطرات تلخ جای خود را به شادی و خوشگذرانی داده و این خیابان را به یکی از مهمترین مراکز توریستی شهر بدل نماید. دریای تفلیس. دریای تفلیس در واقع یک دریاچه مصنوعی در حومه شهر تفلیس است که به عنوان مخزن آب ذخیره این شهر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دریاچه در سال 1953 افتتاح شده و در حال حاضر جزو یکی از نقاط تفریحی محبوب بین گرجی‌ها و همچنین مسافرینی است که از این شهر دیدن می‌کنند. کمپینگ، شنا، ماهیگیری و قایق سواری از تفریحاتی است که در این دریاچه وجود دارد. به علاوه پارک آبی جینو پارادایز نیز در یکی از سواحل همین دریاچه قرار گرفته. دولت گرجستان قصد دارد این دریاچه را تبدیل به یک پارک تفریحی بزرگ کرده و امکانات تفریحی و ورزشی آن را گسترش دهد. طول این دریاچه 8.75 و عرض آن 2.85 کیلومتر است. در صورتی که با هواپیما به شهر تفلیس سفر می کنید، قطعاً هنگام فرود این دریاچه زیبا را مشاهده خواهید کرد. باغ ملی گیاهشناسی تفلیس. تپه‌های منطقه سلولاکی قرار گرفته و وسعتی بالغ بر 161 هکتار دارد و بیش از 4500 گونه گیاهی را در خود جای داده. تاریخچه این پارک به 3 قرن پیش برمی‌گردد. اولین یادداشت‌هایی که از باغ در آنها نام برده شده، سفرنامه شخصی فرانسوی با نام ژان شاردن در سال 1671 است که از آن باغ با نام باغ سلطنتی یاد کرد. ساختمان مرکزی تحقیقات گیاهشناسی این باغ از سال 1888 شروع به کار کرده است. در پی گسترش و وسعت گرفتن باغ به سمت غرب، بین سالهای 1932 تا 1958 گورستان قدیمی مسلمانان هم در مرزهای این باغ قرار گرفت و قبرهای بسیاری از نابودی نجات یافتند، از جمله قبر نویسنده مطرح آذربایجانی میرزا فتحعلی آخوندوف. ورودی اصلی این باغ بر فراز تپه‌های سلولاکی و ضلع شرقی ناریکالا واقع شده است. اما یک ورودی دیگر هم وجود دارد. یک تونل بسیار طولانی در زیر تپه‌های همین منطقه که در سال‌های 1909 تا 1914 ساخت آن طول کشید و تا سال 2000 مورد استفاده قرار می‌گرفت. بعد از سال 2000 این تونل تبدیل به بزرگترین نایت کلاب تفلیس با نام گویرابی شد که البته الان فعالیت نمی کنند.
یک دریاچه کوچک در مجاورت شهر تفلیس و در منطقه سنگی با پوشش گیاهان کوتاه و کم درخت واقع شده است. این دریاچه و محیط اطرافش محل زندگی گونه‌های متفاوتی از پرندگان بوده و البته محیط مناسب برای زندگی جانورانی همچون روباه، لاک‌پشت و خرگوش را فراهم آورده. این منطقه به تعداد بسیار زیاد مارها در اطراف دریاچه نیز معروف است. آب و هوای این ناحیه گرم و مدیترانه‌ای بوده و در بعضی فصول خشک است و میانگین بارش در سال به 400 میلی‌متر می‌رسد. این دریاچه در فصول گرم برای شنا و آفتاب گرفتن استفاده می شود و علاقه‌مندان به ماهیگیری هم از آن بی بهره نیستند. همچنین هر ساله فستیوال موسیقی راک تیبیلیسی اوپن ایر نیز در جوار همین دریاچه برگزار می شود. Mama, oh.